اما بذارید برم سراغ یه موضوع غم‌انگیز و اون این داستان دکتر منصور فرهنگ است که و آقای احمد سلامتیان. میخوام اول از شما بپرسم نظر شما راجع به این دیدگاه ها چیه که این روزا راجع بهش خیلی صحبت میشه، که آقای منصور فرهنگ 40 سال پیش حرفی زده و حالا ایران اینترنشنال به دنبال این افتاده. میشه توضیح بدی بشنوی؟ البته ایران اینترنشنال فقط نیست، من این نکبت های دیگر هم دیدم که این مسائل رو خیلی دامن میزنن، به خصوص سایت کوچه هم دیدم. ببینید، البته که خب موزه من اول اینا رو جدا کنم. موزه آقای منصور فرهنگ و احمد سلامتیان زمین تاسمون فرق. من اولیش رو بگم، خب من مخالف اون دیدگاهی هم که آقای منصور فرهنگ 43 سال پیش مطرح کرد، قطعا دیدگاه انحرافی بوده، قطعا دیدگاه اشتباهی بوده، قطعا ایشون بایستی عذرخواهی میکرد و خیلی زودتر باید خودش میمد این مسئله رو میگفت. اگرچه ایشون در به نظر من در کارش، میدونید در چند دهه گذشته یکی از حامیان حقوق بشر بوده، حقوق بهاییان بوده، تاکید داشته و اینا رو ما میبینیم و واقعیه. منتها خب اگر ایشون میومد و میگفت، خودش میگفت، میگفت ببینید بچه، ببینید ما باید اینا رو یاد بگیریم، درس بگیریم. اگر ایشون یه بار میومد میگفت که من بروری تجربه ها، من خودم شخصا کسی هستم که در سال 57 در اون بوهه در اون جب یه همچی اشتباهی رو کردم. ببینید خیلی خیلی با آقای منصور فرهنگ اضافه میشه. هیچ کسی نمیتونست ازش خاطر بگیره، هیچ کسی نمیتونست اینو الان پیرانوسمونش کنه. یعنی زمینه این رو کی فراهم کرده؟ خود آقای فرهنگ، که ایشون در طول 43 سال گذشته اشاره به این موضوع اشتباه نکردن. یعنی عمل آقای منصور فرهنگ در این چند دهه درست برخلاف اون حرف بوده ها، در حمایت از بهائیان بوده ها، در دفاع از حقوق بهائیان بوده ها، شکی در این نیست. ولی امروز چرا؟ چون همه فکر میکنن میزنیم زیر زیلو پیدا نمیشه. نه دوستان، بابا بگیم بهتره، خودمون بگیم و عذرخواهی کنیم بهتره. خب یعنی این چیزیست که ما بایستی این تجربه بشه برامون. اگر آقای فرهنگ خودش گفته بود موضع کاملا بالاتر داشت، اصلا تو موضع دفاعی هم نبود. آقا ما هممون اشتباه میکنیم، هممون اشتباه کردیم. اگه خودمون پیش قدم بشیم بیایم بگیم آقا من یه اشتباه کردم، دست حریفمون رو میبندیم، نتونه کسی سوء استفاده کنه. خب این راجب آقای منصور فرهنگ، این رو خدمتون میگم. و خب آره یه انتقادی هم ایشون الان میکنن، بهتر بود نمیکردن، الان نمیکردن. انتقادش انتقاد به جایی ها، راجب بهایی ها، که بهایی ها راجب موضوع حقوق بشر در ایران مطلقا موضوع گیری نمی کنن. راجب این همه جنایت، همین کشتار 67، این همه جنایتی که تو ایران اتفاق می افته در ارتباط با دیگران اتفاق می افته، هیچ موضوع گیری نمی کنن و انتظار دارن بقیه برای حقوق اونها پیش قدم بشه. ببینید در این که اونها حق دارن از ما بخوان و انتظار داشته باشن که راجب حقوق اونها ساکت نمونیم و راجب حقوق اونها فعالیت کنیم و راجب نقض حقوق اونها براشوبیم، انتظاریست کاملا به جا. اما این انتظار دیگران هم از اونها دارن و متاسفانه اونها به وظیفه‌شون عمل. این انتقاد جدی به بهائیان است. من به عنوان کسی که اصلا بهائیان دوستشون دارم، اینم اصلا به این الان ربط نداره، برای اینکه من اساسا بهائیان رو آدمای خوب، دوست داشتنی و شریفی می‌دونم.
اون موقعی که من نعیم رو میشناختم، شعر نعیم رو میدونستم، شعر نعیم رو با همه وجودم میخوندم. خیلی از این بهایی اصلا نعیم رو نمیشناختن، اما ارادت بهش داشتم. خب یعنی اینو بخواه ارز کنم خدمتون، همیشه هم دوستشون داشتم، چون آدم های خیلی خوبی میشناسمش. و اساسا بهاییت رو یک رونسانس در اسلام میدونستم که شکست خورد. یعنی نشون داد اسلام قابلیت رونسانس درش نیست، بهاییت یه تلاش بود در این زمین. این نگاه من به خاطر همینه بهایی ها دوستشون دارم، رفاقت و صمیمیت هم باشون داشتم و دارم. اینم به الان بر نمیگرده، به دهه ها قبل بر میگرده. خب و به قبل از دستگیری من بر میگرده. تو زندانم دوستشون داشتم و من خودم رو وامدار یه بهایی میدونم، بدون اینکه بدونه چجوری به من روحیه تزریق میکرد. یه پیر مرد بهایی وقتی تو راه رو دیدمش، تو کتاب هم توضیح دادم، بارها تو برنامه هم دیدم، نه اسمش رو میدونم، قیافش همیشه تو ذهنم. خب دوستشون دارم و برشون احترام قائلم، ولی این انتقاد جدی بهشون وارده. حالا این یه بحثه. موضوع آقای احمد سلامتیان اصلا از جنس دیگه ایه. آقای احمد سلامتیان شرارتی رو کرده که هنوزم که هنوزه روش هست. شرارتی که او کرده یک خیانت در حق مردم ایران و هنوز که هنوزه رو میستاده. شما میتونید سخنرانی او در مجلس شورای اسلامی رو ببینید. و اون کسافتکاری که کرده بر سر بختیار و بعد در ارتباط با که با افتخار راجب سنجابی میگه و اینکه او رو نزد خمینی آوردن و ازش اون به اصطلاح اعترافنامه در تایید نظام که میخواست بیاد نکبت اسلامی که به قدرت بیاد برسن ازش گرفتن و ایشون جز افتخارات شه. این خیانت در حق مردم ایران. یعنی اساسا موضوع احمد سلامتیان با منصور فرهنگ زمین تا آسمون فرق داره. آقای منصور فرهنگ ایشون یه نفری هست که در طول چند دهه گذشته همه تلاش خودش رو برای دفاع از حقوق بشر و در ایران به خرج داده، کارش قابل تقدیره. احمد سلامتیان کسی است که در واقع تو همین الانش هم دنبال باندای رژیمه و نکبتی که بر کشور حاکم کردن و دنبال نم رای دادن به روحانی یا نمیدونم در انتخابات بعدی یکی دیگه در مقابل رئیسیه و همچنان سر در همون نکبت انقلاب اسلامی داره. اینا زمین تا آسمون با هم فرق میکنن. احمد سلامتیان مسئولیت هیچ چی رو نپذیره، عذر تقصیر راجبه هیچ کسافتکاری که کرده نخواسته. اصلا اینا رو نباید مقایسه کرد و همه اونایی که این دوتا رو بغل هم میارن، جفا به حقیقته، جفا به حقیقته. این ظلم در حق منصور فرهنگ. این نظر من. نمیدونم چرا آدم ها این بلاها رو سر خودشون میارن. من از این آقای فرهنگ خودش مسبب این کار هست، ایشکس تقصیری نداره. نه این علو به طبشه ها، این اون اخلاق هست که داره خوبه. نه مسبب نیست. حالا ایشون نباستی ببینید، من همه حرف زدم که در حقی از کسی پایمال نشه.
نه حسن اخلاقشه، ولی خیلی آخه دیگه بیش از حد دیگه آدم نباید این همه میدونم نمیدونم. آقای بهبهانی، میدونم، ولی در هر صورت به مجموعه از مسائل، یکیش فرهنگ غلط خود ماست. بله آقای منصور، فرهنگ اگه خودش میومد جلو هیچ کدوم این مشکلات پیش نمیومد، قبول دارم اشتباهشون نقطه هست، همین ولی منم حرفم همین، نقاطش باید در نظر بگیری، میدونید. وگرنه در این که او سالها تو این زمینه از اون موقعی که ما نبودیم داشته کوشش میکرده، کسی نباید حقشو ضایع کنه. من حرفم اینه که تایید فرمایش شما ظاهرم باید باشه. بله اما بله